سانسور پیش از انتشاری که در وزارت ارشاد انجام میشه بسیار لطمه میخوره، صحنه ها حذف میشن، وزارت ارشاد گاهی حتی دستور میده که صحنه عوض بشه، بخش های عمده ای از کتاب حذف میشن و طبیعتا اون چیزی که به دست مردم میرسه متاسفانه در بسیاری از موارد منظور نویسنده رو برآورده نمیکنه. این یه بحران بزرگیه متاسفانه که باید حل بشه تا مسئله دیگه ای ترجمه رو بشه بهشون پرداخت. خود برنامه شباهنگ و معذرت میخوام که صدام هنوز گرفته و هنوز خوب نشده. این سرماخوردگی خیلی طولانی بود. آره. که هیچ جور دست از سر در نمیاد. همچنان ادامه داره، تو این گفتگویی هم که داشتم خیلی حساب صدام گرفته بود. خب امیدوارم هرچه سریعتر مشکل برطرف بشه و ما شاهد برنامه های دیگر تو باشیم. اما اگه موافق باشی پیش از اینکه راجع به خود مصاحبه گفتگو کنیم، معذرت بخوام راجع به آرش حجازی مقدار توضیح بدی تا بینندگان ما مختصری با کاراش آشنا بشن. خب آرش حجازی در واقع پزشک هست و در سال 75 از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل شد. در سال 73 اولین رمانش رو نوشت به نام اندوه ماه. البته این قرار نبود رمان بشه، اون موقع هنوز دانشجوی پزشکی بود و در واقع این دلتنگی های یک پزشکی بود که از زندگی سرخورده بود، دوست نداشت دکتر بشه و همیشه دوست داشت نویسنده بشه و اینجوری رمان اولش اومد به بازار. در سال 76 بود که انتشارات کاروان رو راه اندازی کرد. یه مدتی سردبیر نشریه کامیاب بود و همینطور فصلنامه جشن کتاب رو منتشر کرد که البته بعد از 25 شماره توقیف شد اون فصلنامه. آرش حجازی رو بیشتر با ترجمه هاش میشناسیم، میدونم که خیلی از ترجمه هاش رو خودت هم خوندی، به خصوص رمان های پائولو کوئلو، ولی سه تا رمان هم نوشته: اندوه ما همونطوری که اشاره کردم، شاهدخت سرزمین ابدیت، کیخسرو، الان هم که کتاب خاطراتش قرار ماه مارس به بازار بیاد، به زبان انگلیسی، ایتالیایی و سوئدی همزمان قرار بیاد که اسمش هست نگاه آهو. بسیار خوب و عالی. خب به سراغ خود این گفتگو بریم. چه مواردی رو در بر میگیره، به چه مسائلی پرداختین، چه سوالایی رو از آرش حجازی پرسیدین؟ خب سوالات متفاوتی رو، ولی مهمترینش این بود که چون آرش حجازی رو در غرب به عنوان یکی از شواهد قتل ندا میشناسن و در واقع به عنوان دکتر جوانی که بالای سر ندا بود در آخرین لحظات زندگیش، و من از او پرسیدم که این حادثه چه تأثیری گذاشت روی زندگی حرفه‌ایش. در مورد کتاب خاطراتش پرسیدم و همینطور در مورد وضعیت ترجمه و نشر در ایران، که البته بخش اول این گفتگو راجع به ترجمه و سانسور در ایران هست. بسیار عالی. پس میریم به اتفاق شما دوستان عزیز این گفتگو رو میبینیم و بعد برمیگردیم نکات دیگری رو با سارا در میان بذاریم. شما با نوشتن یه رمان قدم به عرصه ادبیات گذاشتید، ولی خب بسیاری شما رو با ترجمه هاتون میشناسن. میخوام یه توضیح کوتاهی در مورد فعالیتتون در عرصه نویسندگی بدین برای بینندگان ما، و اینکه آیا فکر میکنید که ترجمه و نویسندگی لازم و ملزوم هم هستند؟ ترجمه و نویسندگی لازم و ملزوم هم نیستن، دوتا مقوله کاملا جدا هستن. نویسندگی میتونه به عنوان یک هنر در نظر گرفته بشه، میتونه به عنوان یک حرفه در نظر. ما نویسندگان حرفه‌ای داریم و نویسندگانی داریم که فقط به جنبه خلق نگاه میکنن و اثری را خلق میکنن. نویسندگان حرفه‌ای هم داریم که به صورت حرفه‌ای میشینن و مینویسن، چه در زمینه ادبیات داستانی و چه در زمینه‌های غیر داستانی که مقوله‌های متفاوتی داره. ولی ترجمه بیشتر یک فنیه و بدون صنعت نشر ترجمه جایگاهی نداره. یعنی اگر ناشری نباشد که تصمیم بگیره که کتابی رو از یک نویسنده که کتابش به زبان غیر از زبان ما منتشر شده به زبان ما ترجمه کنه و در عرصه فرهنگ عرضه بکنه، خب مترجم هم کاری نخواهد داشت به اون صورت. یه مقداری وابسته است به صنعت نشر، در حالی که نویسندگی اونقدر وابسته نیست. وابسته هست ولی نویسنده همچنان میتونه خلق کنه بدون اینکه منتشر بشه. به عنوان مترجم در حال حاضر وضعیت ترجمه رو در ایران چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید چه تفاوت‌های بارزی بین ترجمه در ایران و در خارج از ایران وجود داره؟ خب ما متاسفانه عمده ترجمه‌ای که در ایران انجام میشه از انگلیسی به فارسی ترجمه میشه و حتی خیلی از کتاب‌هایی که زبان اصلیشون زبان غیر از انگلیسیه، مثل اسپانیایی یا فرانسه یا پرتغالی، از انگلیسی به فارسی. یعنی وقتی ترجمه به فارسی میشن که
به زبان انگلیسی عرضه شده باشن. هر چند باز هم در این چند سال اخیر ما رشد خیلی خوبی داشتیم در ترجمه از زبانهای غیر انگلیسی. از نظر فنی خیلی خوبن. من سطح ترجمه رو در ایران از انگلستان مثلا و از بریتانیا خیلی بالاتر میدونم. اما آن چیزی که ترجمه رو در ایران بسیار تحت شعاع قرار میده بحث سانسوره و ما تقریبا متاسفانه کمتر کتابی هست که در ایران ترجمه ای منتشر بشه و مطابق باشه با کتاب اولیه و اصلی، چرا که در سانسور پیش از انتشاری که در وزارت ارشاد انجام میشه بسیار لطمه میخوره، صحنه ها حذف میشن، وزارت ارشاد گاهی حتی دستور میده که صحنه ای عوض بشه، بخش های عمده ای از کتاب حذف میشن و طبیعتا اون چیزی که به دست مردم میرسه متاسفانه در بسیاری از موارد منظور نویسنده رو برآورده نمیکنه. این یه بحران بزرگیه متاسفانه که باید حل بشه تا مسائل دیگه ای ترجمه رو بشه بهشون پرداخت. خب آقای حجازی، به نظر شما چرا ترجمه ادبیات داستانی ایران به زبان فارسی چرا به زبانهای خارجی پدید رایجی نیست و آیا خودتون تا حالا فکر کردید که آثاری رو که نویسندگان ایرانی در ایران می نویسن و چاپ می کنن و ترجمه بکنید به زبانهای دیگه؟ بله، من که فکر کردم و الان هم جزو برنامه‌ام هست و دارم به شدت مطالعه میکنم. البته کار آسونی نیست که بگیم همین امروز تصمیم میگیریم و انجام میدیم. ترجمه کار گرونیه، به خصوص در کشورهای غربی که هزینه های تولید خیلی بالاست. ترجمه خب گرانه و تنها کتاب هایی رو می حاضرن ناشران سرمایه گذاری کنن برای ترجمه شون که از یه فروش نسبیشون اطمینان داشته باشن. در مورد ایران خب ما بحران، باز من برمیگردیم به سانسور، یعنی ما 30 سال سانسور رو پشت سر داریم. در این 30 سال ادبیاتی شکل گرفت ولی این ادبیات به خصوص در این 7-8 سال اخیر که به شدت آسیب دیده و کمتر نویسنده دیگه الان دست به قلم میبره یا اگر میبره تلاش برای انتشار اون آثار میکنه. آثاری که منتشر میشن آثار قدرتمندی متاسفانه، خیلی آثار خوبی داشتیم در این سالها ولی عمدتاً آثاری که برای جامعه غرب انگیزه مطالعه ایجاد کنه خلق نشده و متاسفانه بدترین شکل سانسور که خود سانسوری است در ایران به شدت رواج پیدا کرده در میان نویسندگان. و دنیای غرب دنیای، یعنی خوانندگان کتاب در غرب خوانندگان راحت طلبی هستند، دنبال به جزی قشر محدودی که خیلی نخبگان جامعه هستند، مردم عادی به دنبال کتاب‌های بسیار پیچیده‌ای که مجبورشن رمزگشایی کنن از هر جملهش نیستن. نقش نویسنده‌ها به ویژه نویسنده‌های جوان چیه در این میان؟ ما الان می‌بینیم در دنیای مجازی هزاران، شاید ده‌ها هزار نفر از نویسندگان جوان ایرانی به شدت مشغول فعالیت هستن، بلاگ دارن، می‌نویسن. من چون می‌گردم تو این بلاگ‌ها و می‌گردم به خاطر علاقه شخصیم که همیشه دنبال ادبیات خوب هستم، گاهی من ادبیات برجسته میبینم و اگر خب در میبینیم که در قالب جملات کوتاه در قالب یک پست یک وبلاگ میان و یک مفهومی رو به زیباترین شکل عرضه میکنن، داستانهای کوتاه مینویسن، داستانهای برق‌آسا مینویسن، مینیمال مینویسن و خیلی جالبه. یعنی این چیزی که در ایران شکل گرفته پیشتاز به نوع خودش و قابل تحسین. بنابراین نه، هیچ دولتی نمیتونه جلوی نمودهای فکری و ابراز اندیشه رو در یک جامعه بگیره، میتونه جلوی نشرش رو به نوعی بگیره که اون هم الان دیگه خیلی دشوار شده. منتها به هر حال سانسور تأثیر میذاره، نمیشه گفت سانسور تأثیر نمیذاره و تأثیر منفی زیادی هم گذاشته. منتها مثل جریان آب دیگه، اگر جلوی آب رو بگیرید بالاخره راهی از اون کنار پیدا میکنه و آب جریان پیدا میکنه، شاید نه با اون شدت قبل ولی جریانش ادامه پیدا میکنه تا روزی که اون سد برداشته بشه. بله، بخش دوم گفتگوی همکارم سارا دهخان با آرش حجازی فردا شب یعنی دوشنبه در برنامه شباهنگ پخش میشه. اما سارا، یه خبری به تازگی منتشر شده مبنی بر اینکه پائولو کوئلو نویسنده مشهور برزیلی تعدادی از کتاب‌های خودش رو که به زبان فارسی منتشر شده به رایگان در اختیار خوانندگان فارسی قرار داده، که این موضوع بازتاب و گسترده‌ای هم در سایت‌های اجتماعی داشته. یه مقدار در این باره توضیح بده. درسته، خبرهای زیادی در این مورد بود. آقای کوئلو در وبلاگ خودش نوشتش که آرش حجازی که مترجم و ناشر رسمی آثارش در ایران بوده به زبان فارسی به او اطلاع داده که کتاب‌هاش در ایران ممنوع چاپ شدن.
و خب آقای کوله گفت چطوره که بعد از 12 سال که این کتابا دارن تحت دولت‌های مختلف چاپ میشن یهو ممنوع بشن، چون محتوای اونا که تغییری نکرده. در پی انتشار این خبر هم وزارت فرهنگ برزیل این اقدام رو محکوم کرد و رئیس جمهور برزیل از وزیر امور خارجه خودش خواست که دلیل این ممنوعیت رو پیگیری بکنه. و میدونیم که برزیل هم جزو کشورهایی که رابطه خوب خودش رو حفظ کرده با ایران. و آقای کوئلو هم ترجمه فارسی آثارش رو گذاشت به صورت رایگان برای دانلود در اختیار خوانندگان ایرانی. بعد از یک هفته پائولو کوئلو در بلاگش نوشت که پس از یک هفته فشار بین المللی سفارت ایران با انتشار یادداشتی ممنوعیت آثار او در ایران را تکذیب کرد. و خب یادداشتی رو که سفارت ایران در برزیل بهش داده بود و منتشر کرد در بلاگش، که در این یادداشت اینطور اومده بود که بر اساس اطلاعات واصله از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبر من انتشار و پخش آثار پائولو کوئلو عجیب، مغرضانه و نادرست است. کتاب های نویسنده امروز در تیراژ وسیع در ایران منتشر می شود، در کتاب فروشی ها در دسترس، و گفته بودند که این طرح از سوی آرش حجازی با همکاری آمریکا و اسرائیل و در ادامه یک توطئه بین المللی برای مخدوش کردن تصویر ایران برنامه ریزی و خلق شده، و دوباره آرش حجازی رو متهم کردند که دست داشته در قتل ندا آقا سلطان. آرش حجازی البته تمام این اتهامات رو رد کرده. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز با ما بودی. من از بینندگان خوبمون دعوت میکنم که بخش دوم گفتگو با آرش حجازی رو فردا شب ببینم. با سپاس. مرسی. ممنون. با شما هستیم در بخش دیگری. So when would you like to go to New York?